عناوینی که امروز میخوایم بالایش بحث کنیم این که شبکه اینترنت چیست، شبکه جهانی وب چیست، تفاوت بین شبکه های اینترنت و وب، یک وب چگونه کار میکنه و همچنان اهداف استفاده از اینترنت امروز بخیر بحث میکنیم. در درس گذشته ما راجع به شبکه های محلی یا لوکال اریا نتورک و شبکه های شهری یا متروپولیتن اریا نتورک و همچنان شبکه های گسترده یا وایت اریا نتورک بحث کردیم. امروز به خیر میخوانیم که شبکه جهانی اینترنت یا انترکنکتد نتورک ای چی است. وقتی که میگیم اینترنت، ای خودش از کلمه از دو کلمه ترکیب شده که انترکنکتد نتورک یعنی شبکه جهانی. اینترنت شبکه جهانی که شبکه‌ای است که چندین کامپیوترها، سرورها، پرینترها، اسکنرها و همچنان به شکل تلفن‌ها، همه اینا با همدیگر با یک زبان، با یک مفهوم خاص که مور TCP/IP میگیم یا پروتکل خاص به نام TCP/IP با همدیگر ارتباط برقرار میکنن و همین ارتباط از اینا باعث شده که امروزه میلیون ها نوع اطلاعات در اینترنت یا در شبکه جهانی موجود باشه و ما بتانیم از او استفاده کنیم. وقتی که ما بحث ما آمد به شبکه جهانی اینترنت، ما گفتیم که یک شبکه چندین شبکه لن، شبکه های لن توسط راوتر با همدیگر یک جا می شدن و ایره می ساختن یک شبکه وان را. اینا با همدیگر ارتباط برقرار می کردن و یک شبکه من ساخته میشد. حالا در وقتی که بحث بالای اینترنت میاد، چندین شبکه که گفتیم بالا که چندین شبکه بزرگتر از اینا، وقتی که چندین شبکه با هم دیگر یا چندین من یک جا شد باز میشه وان. اینا وقتی که با هم دیگر ارتباط برقرار کردن بازی یک شبکه من شد. حال وقتی که چندین شبکه من با همدیگر ارتباط پیدا میکنن یا وایت اریا نتورک یا وان که میگیم، اینا رو ما میگیم که توسط چی؟ توسط اینترنت با همدیگر ارتباط برقرار کردن. حالا میبینیم که اینترنت در کدوم قسمت یک من و یک قسمت هم یک من دیگه به این شکل. اینا که با هم ارتباط برقرار میکنن یا میگن اینترنت، توسط اینترنت. و یا انترکنکتد نتورک که ما دهی میتونیم که تمام کامپیوترها از تمام دنیا، از هر قسمت دنیا میتونه به شبکه جهانی اینترنت یا اینترنت کنکتد نتورک وصل شوه و توسط یک آی پی که ما گفتیم که از پروتکل استفاده می‌کنیم، پروتکل TCP/IP توسط یک آی پی کامپیوتر مشخص. آی پی مثل که ما شما بگیم که مثل نمبر تلفن، هر کامپیوتر یا هر دیوایسی که به اینترنت یا شبکه جهانی اینترنت وصل میشه، اینا از خود یک آی پی میگیره و توسط همین آی پی یا مشخصشون میتونن بین خود با همدیگر ارتباط برقرار کنن. بحث بعدی ما شبکه وب است. وقتی که ما میگیم که شبکه وب، اکثر مردم، اکثریت با باور آن به این شکل فکر میکنن که شبکه وب یا اینترنت هر دویش یک چیز است، در حالی که به این شکل نیست. وب یکی از مهمترین سرویس های اینترنت است که به خاطر یا یکی از مهمترین سرویس های اینترنت است که به معنی www World Wide Web که یک سیستم اطلاعاتی است در اینترنت که توسط از این ما میتونیم اطلاعات رد و بدل کنیم بین مردم یا مردم میتونن اطلاعات بین خود رد و بدل کنن و این توسط یک URL کار میکنن. یعنی شبکه جهانی وب توسط یک URL کار میکنه که URLش
به نام یونیفرم ریسورس لوکیتور است که مشخص میکنه یک قسمت یا نام یک وبسایت یا یک آدرس اینترنتی را که خدمات ارائه میکنه. خب برای اولین بار میگه تیم برنزلی در سال 1989 که یکی از دانشمندهای شرکت سرن بود طرح اولی ساختن وب یا شبکه وب پیشنهاد کرد، لیکن این در شروع وقتی که پیشنهاد کرده بود فکر میکرد که باید به شرکت خودش یا همین شرکت سرن فقط کاربرد داره، لیکن بعدها متوجه شد بسیار زود، شاید یک سال بعد سال 1990 متوجه شد که این میتونه کاربرد جهانی داشته باشه و میتونه که در تمام دنیا استفاده شد. به شکلی را گسترده تر ساخت و به شکل جهانی را پیشنهاد کرد. وقتی که تفاوت بین شبکه وب و اینترنت چیست؟ ما گفتیم که قبلا هم گفتیم که اکثر مردم به این فکر میکنن که شاید بین وب و اینترنت کدام تفاوت موجود نباشه، لیکن بین اینترنت و وب دو مفهوم متفاوت هستند. وقتی که ما اینترنت میگیم به این معنا که چند دیوایس های مختلف از سراسر دنیا با هم ارتباط برقرار کردن در یک شبکه بین المللی یا اینترکنکتد نتورک و اینا میتونن با همدیگر ارتباط برقرار کنن، لیکن وب راه به خاطر پیدا کردن یا دسترسی به اطلاعات در روی همین شبکه جهانی یا اینترنت میباشه که معمولا از پروتکل های HTTP و HTTPS استفاده میکنن که HTTP مخفف Hypertext Transfer Protocol و HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure است که به خاطر چی استفاده میشن؟ فرقش اینایی است که HTTP وقتی که فایل ها رد و بدل میکنه اونا رمزگذاری یا انکریپشن نمیکنن، لیکن HTTPS که است باز اونا را رمزگذاری میکنه و همچنان یا رمزگذاری یا انکریپشن میکنه که به خاطر که اگر در جریان دریافت و ارسال اطلاعات دیتای ما هک شد یا کسی دیگه به دیتای ما دسترسی پیدا کرد اونا نتونن که دیتای ما را بخوانن که دیتای ما حاوی چه اطلاعاتی بوده، لیکن HTTP که از بازی را رمزگذاری نمیکنه و دیتا رو به شکل کس نمایش میده یا ارسال و دریافت میکنه. و بعد از این که وب چگونه کار میکنن، ما قبلا هم گفتیم که وب یک URL کار داره که یونیفرم ریسورس لوکیتور، یعنی هر وبسایت یا هر سایتی که میخواد خدمات ارائه کنه در اینترنت از طریق وب بازو یک URL به خود میداشته باشه که در URL دو بخش داره. بخش اولش پروتکلش است. پروتکلش به این معنی که ما یک پروتکل اینجا معرفی میکنیم، ما قبلا هم گفتیم که اکثرا از پروتکل های HTTP و HTTPS استفاده میکنن، لیکن ما میتونیم که از پروتکل های دیگه هم استفاده کنیم. و قسمت دومش آدرس مساید است. آدرس مساید که خدمات ارائه میکنه، مثلا ما فعلا آدرس گوگل گفتیم که کل همه شما میتونیم از گوگل استفاده کنیم و همچنان شاید اکثریت ما از گوگل استفاده کرده باشیم که یک سرچ انجن است. در این قسمت HTTPS پروتکلی است که ازش استفاده میکنه گوگل و همچنان باقی ماندهش که www که پیشتر گفتیم مخفف World Wide Web است و بخش گوگل نامش .com. از این قسمت ما میتونیم مثلا اگر خواسته باشیم با آدرس گوگل دسترسی پیدا کنیم، در یک براوزر خود میریم و اینجا نوشته میکنیم مثلا https_ بعد از www.google.com. قسمت اول باید چی باشه؟ قسمت اول حال ما با گوگل دسترسی پیدا کردیم. قسمت اول گفتیم که معرفی، این قسمت معرفی پروتکلی است که گوگل از او استفاده میکنه و قسمت دوم هم آدرس خود سایت. و همچنان ما گفتیم که میتونیم اکثرا از پروتکل های HTTP و HTTPS استفاده میکنیم، لیکن ما همچنان گفتیم پروتکل های دیگه هم هست که در این بخش کار میکنه یا خدمات ارائه میکنه، مثلا FTP. FTP یک پروتکلی است که به خاطر ارسال و دریافت
ارسال و دریافت فایل استفاده میشه. های پروتکل اچ تی تی پی گفتیم بیشتر به خاطر متن ها استفاده میشه، لیکن پروتکل اف تی پی که است از نامش معلوم است، فایل ترانسفر پروتکل، که بیشتر به خاطر ارسال و دریافت اطلاعات، ارسال و دریافت فایل ها استفاده میشه. مثلا این سایت از پروتکل اف تی پی استفاده میکنه. اف تی پی سایت است، کپی میگیریم. قسمت اول گفتیم بخش پروتکلش است، پروتکل مواس اف تی پی نام سایت است، آدرس سایت است download.isbgroup.com. وقتی که اینتر میکنیم این به این سایت که خواسته باشیم ما را میبره. خوب انترنت نگم دوزه ضعیف وقتی که این سایت به خاطر استفاده کردن، به خاطر ارسال و دریافت فایل ها استفاده میشه و از این خاطر از پروتکل اف تی پی استفاده میکنه. بعد از اون میرسیم به اهداف استفاده از وب. ما چرا از وب استفاده میکنیم؟ چی نیاز است که ما از وب استفاده کنیم؟ امروزه با پیشرفت، با رشد و اینترنت و وب، ما و شما بیشتر از هر وقت دیگه درک میکنیم که چرا به خاطر چی استفاده از وب نیاز است. امروز وب یا اینترنت میتونه بسیار سهولت های بسیار زیاد را به ما ارائه کنه. فرضاً ما میتونیم که توسط اینترنت خریداری کنیم، یک جنس نو خریداری کنیم. ما میتونیم که توسط اینترنت یک مرحله از درس خود پیش بریم. کورس های آنلاین است که به خاطر پیش بردن، یعنی مثل که ما سابق می رفتیم در یک سن به صورت حضوری می شدیم، حال می تانیم به همون شکل به شکل آنلاین یک کورس تعقیب کنیم، که در کورس آنلاین می تانیم چندین نفر از چندین کشور و از چندین قاره با هم دیگر در یک سن درس بخوانن، یا می تانیم که مثلا مرحله دانشگاهی را، لیسانس، ماستری، اینا را بتانیم که بخوانیم به صورت آنلاین. و کار دیگه که می تانیم از طریق اینترنت ما ارتباطات با هم دیگر شریک بسازیم، میتونیم با حجم عظیم اطلاعات دریافت کنیم، آیدیا های خود میتونیم شریک بسازیم. فرضاً ما نمونهش داریم که در فیسبوک ما میتونیم که یک آیدیا خود، یک مفکوره خود وقتی که نشر میکنیم در تمام دنیا در عرض چند ثانیه مردم میتونن که با او را ببینن و یعنی آیدیا ما را تعقیب کنن و یا همچنان راجع به او یک نظر خود یا تبادل آیدیا یا نظریات کنیم. لیکن بیشترین کاربرد که ما یعنی بسیار زیاد مهم است در اینترنت و بسیار یک هدف مهم از او است، این است که اینترنت حجم عظیم از اطلاعات در خود داره. یعنی ما هر دیتا راجع به هر چیزی که معلومات خواسته باشیم یا بخواهیم که معلومات حاصل کنیم، ما میتونیم از اینترنت دریافت کنیم. به این خاطر بیشتر اینترنت به خاطر اطلاعات یا حجم عظیم اطلاعاتی که داره مورد استفاده قرار میگیره. در غیر از ما میتونیم که از طریق اینترنت تماس برقرار کنیم، میتونیم پیام ارسال کنیم، میتونیم ایمیل بسازیم، میتونیم که پیام های تصویری، ویدیو کنفرانس ها برگزار کنیم. و به می شکل امروزه اکثریت مشکلاتی که سابق مردم با او روبرو بودن توسط اینترنت حل شده و به هر راهی که ما خواسته باشیم، به هر طریقه میتونیم از اینترنت استفاده کنیم. همچنان ما میتونیم که مدیریت کنیم، از راه بسیار دور میتونیم یک تجارت توسط اینترنت مدیریت کنیم، و یا میتونیم تجارت های آنلاین راه اندازی کنیم که توسط از او بتونیم که یک آیت به خود پیدا کنیم و یا همچنان یک تجارت خود رشد بدیم. و ما میتونیم در هر بخش از اینترنت استفاده کنیم و این بستگی داره به این که ما نیاز ما در کدام بخش است که ما میخواهیم از اینترنت استفاده کنیم. خب درس امروزی ما هم در همین قسمت به پایان میرسد. تا روز بعدی، وقتتان خوش، خدا نگهدار.